در دوم دیماه 1399 محسن حاشمی رفسنجانی پسر علی اکبر حاشمی رفسنجانی بهرمانی اصل وسیعتنامه یک ست صفحهی پدرش را در حالی به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تحلیل داد که نزدیک به چهار سال از اعلام مرگ پدرش یا در واقع حسب سیاسی وی گذشته است. متن این نامه چه بوده که در این شرایط بحرانی و با این تبلیغات گسترده به دست علی خامنه ای رسید محسن هاشمی در زمان اعلام مرگ پدرش در یک برنامه تلویزیونی اعلام نموده بود که آخرین نسخه وسیعت پدرش مربوط به سال 1379 بوده که در آن وی را وسیع خود معرفی نموده است در ادامه به شرایط خانواده هاشمی رفزنجانی باقیت مرگ وی و متن این نامه خواهیم پرداخت. در صورتی که برنامه های ما مورد توجه شما می باشد، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را بزنید تا بلا فاصله از ویدیوهای جدید ما از طریق ناتفیکیشن یوتیوب مطلع گردید و آن را ببینید. چهاردهم خرداد 1368 مجلس خبرگان رهبری با بیان وسیعت نامه از روح الله خمینی آن هم به صورت شفایی توسط علی اکبر حاشمی رفسنجانی مجاب شد تا به علی خامنی به عنوان رهبر موقت یک ساله رأی مثبت بدهد. رهبری که تبدیل به سلطنت سی و یک ساله گردیده است. باید توجه داشت قبل از این جلسه خبرگان رهبری مسلس قدرت در رژیم در همان روزها در پشت دربهای بسته به توافقهایی برای تقسیم قدرت در حکومت بین خود رسیده بودند. مسلسی شکل گرفته از علی خامنه ای، هاشمی رفزنجانی و احمد خمینی. در ادامه حیات رژیم پس از مرگ خمینی درگیری های داخلی سیستم بالا گرفت تا جایی که بین دو قدرت برتر رژیم یعنی علی خامنی و حاشمی رفسنجانی روز به روز فاصله و حملات بیشتر شد در طی این مسیر شاهد اول این توافق به طرز ناگهانی با مسمومیت رادیواکتیویته از طریق جذب جیوه که در کفش او ریخته شده بود به کما رفت و مرد و از این گردونه به راحتی حذف گردید حالا جنگ بین دو قدرت دیگر بود. سالها پیش از حذف سیاسی هاشمی رفسنجانی، اخبارهای زد و نقیزی از ابتلاع علی خامنی به سرطان پروستاد به گوش می رسید، اما این پایان داستان او نبود. قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، هاشمی رفسنجانی سعی در اصلاح قانون اساسی و حذف ولایت فقیه مطلقه از این قانون و همچنین تشکیل شورای رهبری برای ادامه حکومت رژیم سخن میراند امری که با مزاج علی خامنهای و بسیاری از سرداران سپاه که حامیان او بودند خوش نمی آمد. تبدیل شدن علی خامنهای به تنها قدرت حاکم و فصل الخطاب کلیه امور سیاسی و اقتصادی و قضایی در حکومت قطعا برای حاشمی رفسنجانی خوشایند نبود. رفته رفته طیف اصلاح طلبان به پشتوانه هاشمی رفسنجانی در این اندیشه که باید رهبری شورایی گردد و قانون اساسی نیز مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد دامن زد و عرصه روز به روز بر علی خامنی و سپاه تنگتر می شد و از عمومی جامعه که از فشارهای اقتصادی و تورم روزافزون در رنج بود نیز در حال تغییر برخورد با رهبر رژیم بود. زمان اندک و قدرت مانور در حال کاهش برای علی خامنهای و طرفدارانش بود از اواخر سال 1394 تنش بین رهبر رژیم و حاشمی رفسنجانی که در جامعه منعکس گردد کاهش یافت تا 19 دی ماه 1395 که خبر مرگ حاشمی رفسنجانی به علت سکته قلبی در حین شنا در رسانه ها منتشر گردید. قبل از آنکه به این مقوله بپردازیم، سری بزنیم به شرایط اعضای خانواده رفزنجانی در حکومت و در جامعه قبل از اعلام مرگ وی. محسن هاشمی رفزنجانی وی به مدت 17 سال مدیر عامل مترو تهران بود تا اینکه در دوازدهم اسفند ماه 1389 استعفای خود را به شهردار وقت یعنی محمد باقر قالیباف تسلیم نمود. وی در متن استعفانامه خود دلیل این تصمیم ناگهانی را عدم تخصیص و پرداخت بودجه لازم به مترو یاد نموده بود اما در بخشی از آن به سراحت بیان شده بود که اگر حضور من در این پست باعث جلوگیری از پیشرفت در کار می شود لطفا شخص دیگری که امکان ایجاد هماهنگی بیشتر خواهد داشت را در رأس مدیریت این شرکت قرار بدهید. بر اساس قوانین حاکم در ساختار امور شهرداری در استان تهران، شرایط انتخاب مدیرعامل مترو از طریق شهردار تهران به شورای شهر معرفی می گردد که شورای شهر نیز موافقت می نماید و در همین راستا نیز شخص شهردار تهران نیز از طریق شورای شهر تهران انتخاب می گردد. بنابراین محسن هاشمی دو بخش بالادستی یعنی شهرداری تهران و شورای شهر تهران را داشت که در آن موقع با وی مخالف بودند و با استعفای ایشان بلافاصله فاصله موافقت کردند و تمام این را به خاطر بسمارید فائزه هاشمی رفزنجانی از بین دختران هاشمی رفسنجانی فائز هاشمی تنها دختری بوده است که وارد کار سیاسی گردیده است وی در سوم اسفند ماه 1389 در زمان تشییع جنازه یکی از بستگانشان در شهر ری مورد حمله لباس شخصی ها قرار می گیرد و از سوی سعید تاجیک از عوامل سپا و لباس شخصی های زوب در ولایت به فائزه هاشمی فهاشی می کند و او را به درستی فاحشه خطاب می کند. فایزه در روز دانشجو در همان سال نیز مورد حمله دانشجویان در حین سخنرانی در دانشگاه قرار میگیرد و جدا از فحاشی با کفش مورد ضرب و نیز قرار گرفته که سخنرانی وی نیمه کاره به پایان می رسد و از دانشگاه تهران فرار می کند. در نظر داشته باشید که این حوادث در زمان حیات علی اکبر حاشمی رفسنجانی برای دخترش رخ داده است در سال 90 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی خونخار سلواتی برای فائزه هاشمی به جرم تبلیغ علیه نظام حکم شش ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و رسانه ای صادر می شود که هیچ زمانی این حکم اجرا نمی کرده. این را نیز به خاطر بسپاری مهدی هاشمی رفسنجانی او تنها پسر هاشمی بود که در بخش وزارت نفت فعال بود و در معامله های نفتی و پتروشیمی یکی از کارتل های مهم رژیم در فروش فراورده های نفتی در دوره های مختلف محسوب می شد. تشکیل پرونده ای برای او در سال 93 در خصوص دریافت رشوه منجر به حضور در دادگاه ها و در مرحله نخست رسیدگی به پرونده تعیین قرار وسیقه به میزان 50 میلیارد تومان شد. در آن زمان مهدی هاشمی در انگلستان به سر میبرد و با فشار او را وادار به بازگشت به تهران نمودند تا در 21 خرداد 1394 به جرم اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی حکم ده سال حبس وی اجرا گردد. بنابراین وی در همین تاریخ وارد زندان اوین شد تا به تحمل حبس محکوم اش بپردازد. این را نیز به خاطر بسپارید. یاسر هاشمی رفسنجانی این فرزند هاشمی از روز نخست به عنوان یکی از مافیای بزرگ قاچاق اشیای عتیقه ایران معرف تمام ایرانیان بوده است. ماجرای تیراندازی او در سراح یاسر بر سر تصاحب یک دختر و همچنین تیراندازی وی در میدان کاج سعادت آباد بر سر معامله یک یاغود که منجر به کشته شدن دو تنگردی خیلی زود سرپوش گذاشته شد اما همیشه در محدودیت های حکومتی قرار گرفت. وی سعی داشته از انجام کارهای سیاسی پرهیز نماید و بیشتر شریان اقتصادی کارهای پدر خود را مدیریت نماید اما بسیاری از آقازاده ها از آن داشتند که او از رده های بالا و مهم در وزارت اطلاعات بوده و در قطعهای زنجیری نیز نقش مهمی داشته که هیچگاه سخنی از وی به میان نیامده است او به دلیل فسادهای مختلف اقتصادی از قاچاق کالا و ارز گرفته تا واردات سیگارهای قاچاق و همینطور پارچه و اتومبیل دارای بیش از 170 فقره پرونده در قوه قضاییه و دادگاه جرائم اقتصادی بود که دائما در این دادگاه ها رفت آمد داشت و اوج این پرونده ها در سال 90 بوده است این را نیز به خاطر بسپارید اما برگردیم به شرایط جسمی علی اکبر هاشمی رفسنجانی او متولد 1313 بود و در سن 82 سالگی طبق اظهارات تیم پزشکی و خانواده وی در سلامت کامل به سر می بود. نشانی از ضعف بدنی نداشت قلب و عروق وی سالم بود و به هیچ یک از انواع سرطان ها نیز مبتلا نبود اما خبر مرگ وی بر اثر سکته آن هم در زمان شنا در استق برای هیچ کس قابل باور نیست چرا در طول سه روزی که هاشمی رفسنجانی در بیمارستان شهدای تجریش در بخش مراقبت‌های ویژه بود هیچ عکسی یا فیلمی از او یا اعضای خانواده‌اش در زمان ملاقات با ایشان دیده نشد. در بین طرفدارانش در دل حکومت و صاحب منصبان نیز هیچ یک بر بستر بیماری وی بی حاضر نگردیدند و عکس و فیلمی از آن نیز موجود نیست. پس از اعلام مرگ وی و حمل نعش ننگین این ملای حکومتی ضد ایرانی دو تابوت وجود داشت که دلیل آن نمیتواند حفظ موارد امنیتی باشد در همان زمان مهدی هاشمی با یک مرخصی از زندان بیرون آمد و پخش ویدیویی از وی در آمبولانس حمل جسد پدرش در سوشیال مدیا که وی حالتی عادی و نرمال داشت و دقیقا مشخص بود که در حال اجرای یک سناریوی از پیشتر راهی شده است خبرساز شد. دو روز پس از به گور سپردن هاشمی رفسنجانی تنها یک عکس از جسد وی منتشر و بلا فاصله هم خبرها کنترل گردید که تنها شباهت اندکی با هاشمی رفسنجانی داشت سعید قاسمی یکی از سرداران تندرو استپا و از زوب شدگان در ولایت علی خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های تنیسای خود اعلام کرد که قبل از کشتن هاشمی او را کتک زدند و او را در استخ خفه کردند و دلایل تورم صورت او مورد ضرب و شط قرار گرفتنش می باشد این در حالی است که عکس منتشر شده نشانی از ضرب و شتم کبودی در بدن در صورت در چشم یا بینی نداشت و تنها شخصی را نشان میداد که تشابه اندکی با می دارد و از نظر وزن به مراتب از وی بسیار چاقتر می باشد اما چرا گفتیم هاشمی زنده است؟ تیم رستاخیز سیمرغ نخستین تیمی بود که کمتر از یک هفته پس از اعلام خبر مرگ هاشمی رفسنجانی این گونه افشاگری و اطلاع رسانی نمود به همان اندازه که ایمان داریم هاشمی رفسنجانی زنده است به همان اندازه ایمان داریم علی خامنه ای مرده است و این واقعیت که رفسنجانی زنده است از اینجا آغاز شد تا منجر به ساخت مستند هاشمی زنده است گردید که مورد حمله شدید یاسر رفسنجانی نیز واقع شده است تیم رستاخیز سیمور در زمان اجرای برنامه های لایو خود با نام نفوذ در قلب دشمن مستقیما با یاسر هاشمی رفسنجانی تماس گرفت و دقیقا پس از آنکه از یاسر پرسیده شد میدانیم که پدر از زنده است اما او کجاست وی حراسان پرسید شما که هستید و بلافاصله خود امنیتی خود را جهت پیگیری خطی که با او تماس گرفته است را میگیرد و به ناگاه ارتباط قطع می شود ما علی خامنی در اواخر سال 94 یا اوایل سال 95 به درک فاصل شده است و در طول این مدت سپا با هاشمی رفسنجانی بر سر نحوه حکومت کشور در کش و بوده است اعلام مرگ علی خامنی برای رژیم در آن شرایط و تا به امروز قطعا هزینه گذافی به قیمت سرنگونی خواهد داشت و تا زمانی که شرایط لازم مهیا نگردیده است نباید این خبر منتشر گردد در مناقشات بین سرشاخه های قدرت در مثلث مافیای داخل ایران در نهایت هاشمی راضی شد تا گردونه را با شروطی خاص به رقبای خود یعنی اصولگرایان رو و سرداران سپاه که تماما زیر نظر سپا و مشتبا خامنه بود بسپارد و نامش از گردونه سیاست در ایران حذف گردد اما این با اجرای شروط توافق شده انجام گردید که آن قطع تمام فشارها بر فرزندان علی اکبر حاشمی رفسنجانی و ایجاد شرایط برای رشد سیاسی و اقتصادی و تضمین زندگی راحت آنها بود در شرایط عادی اگر حاشمی رفسنجانی مرده بود پس از مرگ او باید اعضای خانوادهش و فرزندانش شرایط بدتری در جامعه و در رژیم جمهوری اسلامی می داشتن. پیوندی بزنیم به شرایط گذشته فرزندان هاشمی در قبل از اعلام مرگ او و امروز آنان محسن هاشمی که با فضاحت از مدیرعاملی مترو تهران استفا داده بود و صلاحیت وی به علت عدم التزام عملی به ولایت فقی فاقد صلاحیت قانونی برای حضور در انتخابات شورای شهر و روستای سال 92 تشخیص داده شده بود. وی بعد از آن باز نامزد شهرداری تهران گردید که با فضاحت کنار گذاشته شد. اما دقیقا پس از اعلام مرگ پدرش او در سال 96 در انتخابات شورای شهر و روستا ثبت نام می نماید و این بار طبق توافقات پشت پرده توسط پدرش صلاحیت وی تایید و روانه شورای شهر تهران می گردد و با یک شامورتی بازی قهرمانانه رئیس شورای شهر می شود. بدین شکل او امروز هم شهردار تهران را برمیگزیند و هم مدیرعامل مترو تهران را انتخاب می کند و از پست قبلی خود سه مرحله بالاتر رفته است. فائز هاشمی رفسنجانی که تا قبل از اعلام مرگ پدرش از همه جا ترد و رانده شده بود این بار موقعیتش با مرگ پدرش تثبیت می گربن. به در همان دانشگاهی که مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته بود استاد دانشگاه میشود. و این بار نه تنها او را فاحش خطاب نمی بلکه او را امید آینده اصلاح طلبان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری برمی شمارند. او نه تنها حکم صادره از سوی قاضی سلواتی مبنی بر شش ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از فعالیت های سیاسی و رسانه ای را تحمل نکرد بلکه با توافق پشت پرده پدرش او از افراد ثابت خانواده هاشمی در مصاحبه های تلویزیونی بدل گردید و جایگاه سیاسی او نیز محکم شد مهدی هاشمی که در خرداد 1394 برای تحمل حبس ده ساله وارد زندان اوین شده بود پس از مرگ پدرش همزمان با وی به مخفیگاهی رفت و دیگر وارد زندان نشد این گونه نه تنها پولهای اختلاس شده را پس نداد و نه تنها حبس ده ساله را تحمل نکرد بلکه راحت در گوشه ای در کنار پدرش در حال مدیریت پشت پرده رژیم و بخش گذار از نام علی خامنه ای نشسته است و دریش مردم ایران میخندد. یاسر هاشمی رفسنجانی که به دلیل تعدد پرونده های قضایی پرهاشی ترین فرزند و فاسد ترین پسر هاشمی رفسنجانی بود به ناگاه متحرترین فرزند او شد و تمام پرونده های او بسته شد و راحت در بخش های مختلف قبل و بلکه بیشتر از قبل در تجارت های گوناگون نقش یکی از مهمترین مافیای کالا و نارکوتروریسم را در ایران ایفا می کند و هیچ سازمان یا نهادی با او کاری ندارد چون پیشتر پدرش این گونه شرط نموده است تا نام خودش را از سیاست ایران حذف نماید با توجه به این دلایل متقن و مستند علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی قطعا زنده است اما داستان وصیت‌نامه 100 صفحه‌ای اخیر هاشمی رفسنجانی که پیدا شده و توسط محسن هاشمی به علی خامنه‌ای تسلیم گردیده چیست همان گونه که بیان گردید در زمان موافقت و نام هاشمی رفسنجانی از گردونه قدرت در رژیم ملایان توافقاتی صورت پذیرفته است که قطعا در حال حاضر با روند اتفاقات سیاسی در ایران آن توافقات غیر قابل اجرا می باشد. همانگونه که در سال گذشته تیم رستاخیز سیمرغ از پروژه میثاق ولایت پرده برداری کرد و آن را افشانه مود پروازه است که در این طرح جایگاهی برای اعضای خانواده هاشمی تعیین نگردیده است با اتفاقات اخیر در بدنه اصلی رژیم و حذف رقبا از قدرت این وصیت نامه چیزی نیست غیر از نقشه راهبردی برای آینده رهبری و تعیین نوع حکومت که محسن هاشمی صرفاً واسط رساندن آن به مجتبا خامنه ای بوده است اما از آنجایی که باید این مهم رسانه ای می اعلام کردید به علی خامنه ای که در واقع باید گفت به بدل علی خامنه ای تحویل داده شده است در هیچ زمانی و در هیچ یک از ممالک جهان شاهد آن نبودیم که نامه ای در یک صد صفحه نوشته شود هاشمی رفسنجانی مالک ایران و پدر مردم ایران نبوده است که گمان بریم ایران را به عنوان ماترک خود در بین وراثش یعنی مردم ایران بخواهد در یکصد صفحه تقسیم و برای آنان تعیین تکلیف نماید با علم به اینکه هاشمی میداند علی خامنه ای زنده نیست با ارسال این تز سعی در اجرای پایان نامه خود نموده است و بهتر بود به جای نام بسیار نامه از نام پایان نامه علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهره می بردند پرواز است در این یک ست صفحه جدا از نقشه راهبردی برای گذار از نام علی خامنه ای آن هم در این شرایط بحرانی رژیم هم در داخل ایران و هم در میان جامعه بین المللی و مناقشات و تنش فراوان با ایالات متحده ای آمریکا و اسرائیل قطعا برنامه هایی برای رفرم شکلی و تعریف جایگاهی برای فرزندانش نیز نوشته شده است لازم به ذکر است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق رژیم پس از ارسال نامه علی خامنه‌ای مبنی بر صرف نظر کردن از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به خبرنگاران سراحتا اعلام نمود من این نامه را قبول ندارم و اگر آقای خامنه ای زنده است باید این را مستقیما به من بگوید این ویدیو به سرعت از تمام کانال ها حذف گردید و او در مصاحبه های بعدی این گفته خود را تکذیب نمود بنابراین تنش بر سر میز قدرت و چنگ انداختن بر سر سفره انقلاب ننگین پنجاه هفت شرایط را برای افشای حقایقی بیشتر از پشت پرده های این رژیم ضد ایرانی مهیا می نماید بعید به نظر نمی رسد که در صورت عدم اجرای طرح یکصد صفحه هاشمی رفسنجانی توسط مشتبا خامنه ای و سپاه و تیم اصولگرایان تون رو آنان مجبور شوند هاشمی رفسنجانی را از مخفیگاه خود خارج نمایند و اعلام کنند که تا امروز در زندان بیت رهبری به دستور علی خامنه‌ای محبوس و در حصر بوده است و شرایط برای رفرم شکلی با تنشی وسیع و حذف بسیاری از سردمداران این رژیم آغاز گردد هرچند این بخش قطعا دور از ذهن می رسد اما جمهوری اسلامی در طول این 42 سال نشان داده است برای گذار از رقبای قدرت خود به هر وسیله دستاویز خواهند شد و ملایان استاد این شاموتی بازی ها و بازی با افکار مردم و در نهایت به ریش همه آنها خندیدن هستند اگر از این ویدیو و اطلاعات آن استفاده نمودید با لایک و انتشار آن از ما برای ساخت و اطلاع رسانی مطالب مهم دیگر حمایت نمایید رستاخیز اخفیز سیمر شوخی ندارد